درود خورشید، درود. جشن شب یلدای ما، جشن موسیقی شب یلدای ما در این آتشگاه برگزار خواهد شد و اینجا هم خورشید منتظرمونه. و در این آتشگاه بدون گنبد که دیگه گنبدش از بین رفته، خورشید بدرخش. خورشید اگه بتونیم با شیشه‌های بسیار سیاه یا از طریق تلسکوپایی که اخیراً ناسا همین امسال فرستاده به آسمون که بره ازش عکس بگیره، یه همچین شکلی داره. یه توده خروشانی هستش از گازهای گداخته. و اما خورشید چی هست؟ خورشید یک توده گداخته از گازها و غبارهاست که بهش میگن پلازما یا آتش. یکی از همون چهار عنصر اصلیه. و این توده آتش به حدی داغ هستش، مرکزش 15 میلیون درجه است. 15 میلیون درجه حرارت داره مرکزش، بیرونش 5000 تا. مجموع از دو گاز خیلی سبکه، هیدروژن و هلیوم. اینها دائما با هم فلو انفعال میکنن، نور تولید میکنن و ازشون مواد مختلف تولید میشه. و جالبه که بدونین خورشید 4 میلیارد و 603 میلیون سال عمر کرده تا امروز. این از پیدایش هستی به وجود اومده، الان میان سال هستش، 5 میلیارد سال دیگه هم از بین خواهد رفت. وقتی که از بین میره، خورشید به حدی بزرگ میشه که کل منظومه شمسی سیارات قورت میده و کره زمین هم داخل اون خواهد رفت. بعد منفجر میشه، میشه سوپرنوا و ازش عنصرهای جدیدی به وجود میاد که آهن هست، یکی از اونا که داخل خون ما، قرمزی خون ما از آهن ستارگان و خورشیدهای دیگه‌ای که قبلاً ها از بین رفتن. خلاصه هر چی که ما هستیم و اینجا داریم از خورشید و ستارگان به وجود اومده و ما قسمت‌های کوچیکی از انرژی نورش رو نگه داشتیم، ازش زندگی به وجود اومد و شدیم اینی که هستیم. و اما شب یلا چرا؟ از زمانی که ایرانی ها مسلمون شدن دیگه به جای اینکه روز رو از طلوع به طلوع روز حساب کنن، از غروب به غروب حساب کردن، چون بین آرامیان و اقوام غیر ایرانی سوریانی ها چون ماه رو برای سنجش استفاده میکنن، از شب در از شمارش ماه و روز و هفته شروع میشه، واسه همین شده شب یلا. ولی ما برای زادروز طلوع صبح اینجا آمدیم و این بود داستان شب. به به، درود گروه اهورا. حالا شما خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین. گروه اهورا اومدن، گروهی که در قونیه من باشون آشنا شدن، در مراسم مولانا کارشون حرف نداره، یک صدای کل ایران و کل منطقه در سازهای شما میتونه شنیده بشه. امشب خواهی ما رو به شور بیارین، شب یلاست. درود در شما. اجرا؟ بله. پس میبینید گروه اهورا با کوزه و دف و تنبور و به و دو تنبور و حالا این شما و این آهنگ بسیار شوریده و شاده با من سلام. با من سنما دل یک دل کن، با من سنما دل یک دل کن، گر زدن آن گر گل کن، گر زدن آن گر گل کن. من شدم از بحر خدا، من
جشن تولد خورشید، یلدا، شب یلدا در این آتشگاه. و چه جای بهتر از اینجا؟ حتی متروکه است، ولی خب این دیگه بهترین جایگاه تاریخی برای این جشن تاریخی هستش. یه توضیح کوچیکی بدم، ما همش داریم توضیح میدیم. این آتشگاه در تفلیس مال دوران ساسانیه و اینجا ببینید یک شگفتی هم داره. این سنگ رو ببینید، سنگ دیگه. نه نیا کنیم الان، مگه میشم چیزی؟ نه، این سنگ آهن رواست، به عنوان در قابل همش استفاده کرد. حاج من اینجا ببینید، از اول دی ماه، یعنی طلوع اولین روز دی که خورشید به آسمون میاد، روزها طولانی تر و طولانی تر میشن تا اول تیر ماه که دوباره روزها کوتاه‌تر میشن. این سنجش و بعد فهمیدن این داستان به احتمال خیلی زیادی ربط داره به آیین مهر. آیین مهر آیین باستانی ما بوده و شاید چنین روزی رو جشن بزرگی میگرفتن. آیین مهر یک سری نمادها و سمبولهایی داره و مراحل مختلف داشته که شباهت بسیار زیادی به تصوف و عرفان داره. یعنی سالک، یعنی که درویش، بعد مراحل رو میگذاره تا به مرحله آخر برسه که تصویرش رو اینجا میتونی ببینی. این تصویر حتی از کشور دیگه اومده. میبینیم که مهر که معلوم نیست زن یا مرده، گاو زمین رو یا گاو نفس رو قربانی میکنه و از خونش همه حیوانات و هستی سود میبرن و زنده میشن. این تصور اون زمان بوده و در آیین مهر خورشید یک قبله بوده و شاید شب یلدا یادگار جشن بزرگ آیین مهره، نوروز اونها. ولی خب آیین مهر در زمان اشکانیان دین رسمی، میتونیم بگیم دین رسمی ایرانیان شد. مهرداد ما داریم، یکی از پادشاهان. و وقتی که ساسانیان میان، یعنی اولین حکومت مذهبی سیاسی ایران که خودشون مغها و روحانیان زرتشتی بودن، تمام شواهد مهرپرستی و اشکانی از بین میبرن. واسه همین هیچ شاید معبدی در ایران پرستشگاه از آیین مهر دیگه نیست و هیچ چیزی ازش بیاد نمونده بجز در روم و اروپا. ولی این دیگه بره برای سال بعد. بعد نوازندگان هم رسیدن. بله بفرمایید، بفرمایید. شب درود. و عجب سازی از خواهی آدم، خیلی خوش اومدی. مرسی. خانم ملانی و خانواده برای اولین بار، خانم رایسا خواهرشون و برادر سیو، خیلی خوش اومدیم به برنامه شب یلدای ما. مرسی، خیلی ممنون. آهنگ رو اجرا کنن دیگه، میسپرونتون به دست این نیمکت ها با این منظره، به این قشنگی. بله، اتفاقا چند تا کلیسه ارامنه اینجاست. میدونستی؟ خیلی جالب از این بابت، واسه همین هیچ ربطی نداشت، ولی خب برای ما هم اینجا چون آتش کده است گفتیم به شما اینو بگیم. خیلی ممنون. یکی از آهنگاتون رو برای ما میخونه، حتی چند آهنگ میخونه امشب. بله، آهنگایی که انتخاب کردیم، عاشقان شاد. بله، همش همش ما دیگه. پس شما آماده بشین، چارپایا رو میشینیم و آهنگ رو میشنویم با اجرای ملانی، که از آهنگای طلایش رو که با ساز خودش و خانواده خودش اجرا میکنه، خانواده آوانیسیان. آهنگ خوشحالم رو میزنیم الان، که من و کامیار با هم خوندیم، که خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن که من و کامیار با هم ازدواج کردیم، ولی این درست نیست. آروم آروم و بی صدا عاشق تو شدم با اون خنده هات. عزیزم همیشه میخواستم بگم، پیش تو انگار یه آدم دیگه. از امروز به بعد قلبامون مال هم میشه، با هم باشیم از تنهاییمون کم میشه. خوشحالم عشق تو دنیامه، این چیز کمی نیست. خوشحالم خوشبختی همرامه، این چیز کمی نیست.
جای تو وسط دلم ثابته، واسه من چی بهتر از این رابطه. جون بخوام هر چی بگی قبول دارم، میدونی تو رو تنهات نمیذارم. عشقمون محکمه، دستامون تو دست همه، اسم تو بهترین اسمی که من میشناسم. خوشحالم عشق تو دنیامه، این چیز کمی نیست. خوشحالم خوشبختی سپاس ملانی، بسیار زیبا اجرا کردن، خیلی ممنون از شما. البته باز ملانی برای ما خواهد خوند، ولی در اینجا در این آتشگاه چه سازی بهتر از ساز باستانی ما، خانم رابعه زن برای ما مینوازن، سازی رو برای اولین بار میشنم، سازی که هزاران سال پیش در ایران شنیده شد، چنگ ارجان. سپاس، بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. خانم رابعه زن بسیار کار ارزشمندی کرد، من آرزوم بود این ساز رو اینم به صدا در میاد. البته اینو من تو نقش برجسته دیده بودم. شما چه شد که این چنگ باستانی رو، روشش و همه چی شد؟ درس خط همیشه تاریخ رو دوست داشتم و اینکه با دوستانی هم آشنا شدم که با کتیبه‌های باستانی ایران از رو کتیبه‌ها ساز می‌ساختن. چانی؟ و دیگه پژوهش رو در واقع در مورد ساز‌های باستان شروع کردم و
و بعد خصوصا چنگ‌ها چون که یه قرابتی بین سازهای ایرانی، یه نزدیکی بین سازهای ایرانی مثل قانون و چنگ‌های باستان وجود داره، اینه که خیلی علاقه‌مند شدم و به نوازندگی و آهنگسازی و ساخت. خیلی کارتون عالی، یعنی تمام اصلا میشه گفت تمام صدها سال تجربه موزیسین‌های مختلفی با این می‌زدن و ما در پنجاه شما شنیدیم، واقعا عالی بود و خیلی کار ارزشمنده. واقعا متشکرم که اینو بازسازی کردین، که اینجا پوس هست و حتی سیم‌هاش هم سیمای باستانیه، پلاستیک سیما نیست، ابریشم بافته است، بافته شده است. بسیار جالب، اجزا کاملا اجزای قدیم. اینا شما درس هم میدین؟ نه هنوز، چون که باید یه چیز مشخص و مدون از روش باشه که بخوام تدریس بکنم، ولی فعلا در صددش هستم که این کار انجام بدم. این چنگ ارجان هست، برای خوب نگاه کنید، به احتمال تو اون جشن آینه مهر که تولد خورشید بوده یه همچین صداهایی رو میشنیدن حتما ایرانیان باستان و مردم کل ایران تاریخی. چنگ هم اصولا شکلهای مختلف داره، حتی قانونی که الان زده میشه چنگ خابیده هستش. بله. حالا میخوام یه قطعه دیگر برای ما بزنید که این قانون رو هم شما تغییر شکل دادین، ایرانی ترش کردین با کمک از همسرتون جناب آقای علی خان. شما لود کنید رو بیارید برای ما قطعاتی. سپاس از شما، خیلی ممنون که اومدین این همه راهو از ایران اومدین تا این شرط. برای شما قطعه رو میزنید به نام سرگذشت پاییز. بله. حافظمون هم هست که باید بزنیم. آها حافظ رو بزنیم. به به چه انعکاس صدای حافظ هم میشه شنید در این قانون. بله میشنویم با من شما. Thank you.
سپاس از خانم رابعه و سپاس از شما، خیلی متشکر. خب شب یلداست میگن اگه انار نباشه شب یلدا نمیشه. حالا این انار یا این یکی که گیر کرده انار، حالا فهم کن چجور اناریه؟ چون رسیده یا کاله یا خیلی درشت جوان. نه امسال چه اناریست؟ ولی چه ربطی اصلا داشت حالا؟ این هاپو هم اومد ما رو نجات داد که بدیم چی بگیم. آهنگ بعدی رو میشنویم، ملانی و خانواده با هم میخوانند آهنگ عاشق چشماتم. آهنگ بسیار زیبایی هستش، خواهش میکنم. در شب یلدا. عاشق چشماتم، دیوونه یه نگاتم، پس پاشو با من برقص، هستی واسه من نفس نفس. دستاتو میگیرم، تو چشمات عشقو میبینم میبینم، نباشی میمیرم، با تو آروم میگیرم. وقتی نیستی مریض و بدحالم، وقتی هستی مست و خوشحالم. وقتی نیستی مریض و بدحالم، وقتی هستی مست و خوشحالم. دست و تو دستامه، نگاه تو نگامه، اینو میدونم عزیزم، با هم میدیم ادامه. دست و تو دستامه، نگاه تو نگامه، اینو میدونم. چشماتم، دیوونه یه نگاتم، پس پاشو با من برقص، هستی واسه من نفس نفس. دستاتو میگیرم، تو چشمات عشقو میبینم میبینم، نباشی میمیرم، با تو آروم میگیرم. مریض و بدحالم، وقتی هستی مست و خوشحالم. وقتی نیستی مریض و بدحالم، وقتی هستی مست و خوشحالم. دست و تو دستانه، نگاه تو نگامه، اینو میدونم عزیزم، با هم میدیم ادامه. دست و تو دستانه، نگاه تو نگامه، اینو میدونم عزیزم، با هم میدیم ادامه. افتخارشون. خیلی خوشحالم شما رو میبینم. البته جشن تولد خورشید شب یلدا ها، ما بی خودی همش میگفتیم درازترین شب، ولی منظور در از تولد خورشید بود. بچه ها یاد گرفتین؟ دست دوباره بزنید. آخه من اول برنامه سوی گفتم اصلا خودم نفهمیدم که شما مردم فهمیده باشن، ولی منظور این بود تولد خورشید. خیلی خوشحالم شما رو میبینیم. مرسی. اینجا در این برنامه ویژه شب یلدا هستش. منو جان شما یه آهنگ جدیدی هم دادی بیرون همین ایام، درسته؟ ولی به انگلیسیه نه؟ بله، برای شب کریسمس. کریسمس درسته، تولد مسیح، عیسی مسیح. دقیقاً که میشه 4 دی؟ بله 25 دسامبر. دسامبر 4 دی. شما هر سال یه آهنگ میدی بیرون برای مسیح. بله. ایران دقیقه. بله. و ایشون هم خواهر شما هستن، خانم رایسا، من درست گفتم؟ بارها صحبتشون شد، شما نگرانش روزی شما هم صحبت کنم. هدای خطابه 5 دقیقه‌ای دارم. اینکه شما یادمه که توی ارمنستان تو مسابقه آواز شرکت کردیم، درسته؟ مسابقه The Voice. آره. و چند سال پیش بود؟ چی شد نتیجه‌اش؟ تقریبا 3 سال پیش بود که برنده شدم. سیزن سوم The Voice توی ارمنستان. چه عالی. که چند سال پیش میشه؟ همون تقریبا 3 سال پیش. خیلی تبریک میگم. چون نموندی اونجا، چون نخوندی، چی شد بعد از اون؟ ترجیح دادم که اون کارهایی که بلدم رو توی ایران انجام بدم، چون من توی ایران درس میدم و میخونم، برای همین برگشتم.
چه عالی، به نفع ایران شد و به نفع ما میشه که ملانی آهنگ دیگه رو میخونه. البته تو معمولا آهنگا دو صدایی هستش چون از صدای تو استفاده میکنن. مدت هاست تو خواننده زیرزمینی ما هستی، با چهره های مختلفی در ویدیوها دیده شدی، چهره هنرپیشه های مختلف که جای تو خوندن، ولی این بار آهنگی مال خودت هست، آهنگ چرا من. خیلی زیباست. کی ساخته ولی؟ چرا من و ساسی. ساسی ساخته و برای ما با ویولونسل صدای خانم رئیسا و برای من گفتم آجا شما پنج دقیقه حرف بزنم ببین بعدا دم در با هم صحبت میکنیم. خوشبختانه شما سیگار هم نمیکشه با هم تو میتونید قدم بزنید قشنگ. خیلی ماشا. آیه استیف برادر کی بزرگتره کی کوچیکتره؟ من از همه بزرگترم، بعد رئیسا، بعد استیف. شما میخونی خودتون کار میکنی؟ جدی؟ بله. چیات به چه؟ البته کارهای یعنی خوانندگی انجام میدادم تو ایران، ولی دیگه یک سالی هست که دیگه انجام نمیدین. انجام نمیدین؟ چی شد؟ تو ذوقتون خورد؟ نه، زندگیم عوض شد. ازدواج؟ نه. چرا؟ آن بعدم میگی به من؟ آره، تا اون پیاده روی که میکنی. باشه، خیلی متشکرم. ملانی و خانواده آوانیسیان برای ما میزنند. خیلی ممنون. سپاس. چرا من، چرا با عشقت این کارو کردی؟ تو بازم که بی حال و سردی، بگو تقصیر من چی بوده ها؟ تو میخواستی بری، فهمیدم از بهونه هات. چرا من، مگه چی کار کردم که دلت شکست؟ اون چی کار کرد که به دلت نشست؟ بگو به من، همه کارات، قول و قرارات بازی بوده پس؟ تا حالا اینطوری شده که عشقت باشم و حسش نکنی، نگاه توی چشمش نکنی، کسی که حتی یه روزم فکرشو نمی کردی بهش فکر نکنی؟ هوامو تو یه بی‌معرفت نداشتی، هوامو تو رفتی با این که میدونستی تنهامو. تو میشنیدی صدای شکستنمو، تو میدیدی به پات نشستنمو. یه هایی مرد حسمو، تو خواستی که اینطوری شد. شده که عشقت باشم و حسش نکنی، نگاه توی چشمش نکنی، کسی که حتی یه روزم فکرشو نمی کردی بهش فکر نکنی. تا حالا اینطوری شده که عشقت باشم و حسش نکنی، نگاه توی چشمش نکنی، کسی که حتی یه روزم فکرشو نمیکردی بهش فکر نکنی. سپاس، خیلی ممنون. ملانی
آهنگ سومش رو خوند، چرا من، بسیار زیبا، خیلی متشکرم هستم. و چرا این، چرا تار، چرا این رنگی، چرا سبز؟ ما مبتکر، مخترع و سازنده این تار جدید رو اینجا داریم. البته دلتار. واقعا شکل دله. به خاطر اینکه یه دل هست شده. آنکه این قسمت بالای تار هستش. خیلی در واقع نیازی به وجود دومی دیگه نبوده، برای اینکه این شکل رو در واقع عوض کنیم، اون رو حذفش کردیم. اون رو حذفش کردیم. معرفی کنم، آقای بوستانی از کسان هستن که مدت‌ها روی صدای تار کار کردن در ایران و انواع مختلفی رو ماکت درست کردن، تارهای مختلفی رو، تا اینکه به این نتیجه رسیده که از جنس از پلاستیک هم هست. این ساخته شده با پرینتر سه‌بعدیه و اولین ساز آگوستیک پوستی مزرابی است که با تکنولوژی پرینتر سه‌بعدی ساخته شده. یعنی اون چاپای سه‌بعدی که دو سه روز طول می‌کشه، چند روز طول کشیده؟ این تقریبا 4 روز طول کشیده. آره، این اینا همش لایه لایه های پلاستیکه. خب پلاستیک صداش بد نیست برای تار؟ خب اینجا الان شاهده در واقع صداش خواهیم بود. پس شما این ابدا که اینا نوع دیگه ایش هست. بله، خیلی جالب. نوع چوبیه، نوع پشتش هم میتونیم ببینید در واقع بازه، پشتش بازه، خیلی جالب. و استقبال شده بیشتر از شما جلوگیری شده از این حرکت؟ بیشتر در واقع پس میزنن از نظر سنتی، چون ترکیب جدیدی رو در واقع پیدا کرده و حالت سنتی رو نداره. شکسته. بله، خیلی جالب. در این شب یلا تولد این تار رو که البته مدت ها پیش دلتار متولد شده، دلتار رو تبریک میگیم. خیلی به شما و به ملت ایران همراه با تولد خورشید که فردا صبح خواهد بود. ساز جالبیه. چه گروهی بهتر از گروه اهورا که صدای موسیقی شما همونجور گفتن صدای کل ناحیه ماست، کل تاریخ ما حتی. بله، عرض کنم حضور شما، ما اومدیم یه ترکیبی از موسیقی های خود همون محیط خودمون رو با زیربنای ساز تنبور و دف که سازهای در واقع سنتی و باستانی ایرانی هستند ایجاد کردیم و از کشورهای همسایه هم اومدیم، سازهایی مثل دیوان یا همون باقلاما و مثلا ساز بندیر و کوزه که از کشورهای هند و نمیتونم افغانستان هست استفاده کردیم که یه ترکیب جدیدی بشه، یه رنگ جدیدی از موزیک رو تقدیم کنیم. اتفاقا خب باقلاما از خانواده تنبور هاست. بله، تنبورسان هستش. بله، بله کن. و این هم من میدم به شما که این هم داریم توی راحت بزنید روپاتون بزنید دیگه، اون مشکل تار رو ندارید. نه من بدم به شما. آره، راحت تر بینید چه صدایی میده. بسیار سبک بود، خیلی جان، خیلی متشکرم. بوستانی با ما بودین در این شب یلدا، در این جشن. و حالا گروه اهورا آهنگ مست مست رو اجرا میکنن با دلتار. خواهش میکنم بفرمایید، ما هم بریم گوش کنیم.
چه به موقع اومد. به به، خیلی به موقع اومدی. یه دست بزنیم برای گروه اهورا اول که آهنگشون خوندن برای ما. سپاس آه، خیلی خوش اومدی. مرسی بزر جان، واقعا خیلی سرد شده. آره خیلی سرد شده، برای بخاری گذاشتیم. واقعا مرسی، ممنونم. آترین برای شما میخونه و میزنه. خواهش کنم بشین همینجا بزنیم. وقتی که این آهنگو شنیدین به خودتون میگین چه خوب شد که این شب یلدا فهمیدیم آترین کیه. بفهمت جان، مرسی ازم. بزن آهنگ بسیار زیبایی، مطمئنم ببینید بشنوید کیف کنید. مرسی واقعا. اسم آهنگ؟ البته اسم آهنگو الان تصمیم میگیریم. فکر میکنم زندگی باشه. آره اسمش رو تعیین کرد. آره اصرار نمی کنم که برگردی، فقط ازت می خوام بهم بگی چی کار کردم که نتونستی همراه من باشی تو زندگی. ناراحتم ولی تو راحت باش، روزای از این بدترم دیدم، نگات می کردم ولی انگار منظور چشماتو نفهمیدم. من با تو فهمیدم تو زندگی یه چیزایی رو نباید بگی، وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمره‌ای. من با تو فهمیدم تو زندگی یه چیزایی رو نباید بگی، وقتی زیاد گفتم دوست دارم دوست دارم هنوزم. تبدیل شدم به روزمرگی، من با تو فهمیدم تو زندگی یه چیزایی رو نباید بگی، وقتی زیاد گفتم دوست دارم دوست دارم
سپاس به افتخار آترین. خیلی ممنون آترین جان. بیا خودت بپیوند به ما. بفرما بحبه. خوشم آمد. آنگه خیلی زیبایی بود. این محفل شب یلدا ما است. دستچینی از نوازندگان که با ما بودن شب یلدا. میگم بدون این انار و غیره نمیشه. حتی ما انار 3-4 نوع آوردیم. اینجا من این نوع انقدری و انقدریشو پیدا کردم. بعد فهمیدم یه نوع کوچیکتر انقدری هم حتی وجود داره. جالبه. اینا ترش و ترش و ترشتر میشه. البته میوه پاییزی مثل خرمالو هم به نظر من اضافه بشه. شما موافق هستین؟ خیلی گسته. اینجا هم یه میوه‌ای دارن که چی میگه شما؟ فوجی. اینا مال آمریکا جنوبی ولی اینجا هم دارن. شمال خودمون هم داریم. خیلی من حرف زدم. شب یلدا باید فال حافظ گرفت. حداقل یه بار در سال حافظ رو میخونن. این موقع است. از خانم شیرین شاهرودی با عزتون میخوام که فال حافظ رو بگن. از هنرمندان این شهر هستن در تفلیس. اتفاقا یکی از نقاشیاتون هم آوردین که ما به دیوار زدیم در کنار خواننده‌ها ولی نشد بتونیم نشون بدیم و الان میتونن قسمتی از این منظره زیبایی رو شما کشیدین در اصل. من یاد کارهای خیلی زیبای حتی خاور دور میزه با جوهر انجام میدن از این منظره. بله. این کار اسمش جمل است که در نمایشگاه آخر من که 7 روز هفته بود این جمعه افتاد. چقدر شانس آوردین که چون جمعه است و اگه میشه شما یه فاری هم با این حافظ شما خیلی خیلی سنگینه. یعنی میگن سمن میگم درست میگن. شما بیا بس کن اگه من اشتباه بگم. واقعا آقا من اشتباه گفتم. شما وزن اینو شما این چیه ماشاءالله. آقا مغز اصلی حافظ با اون ابهت کلامی که داره خیلی خیلی سنگین‌تر از اینه و من میدونم شما به خوبی اینو درک کردید. اگه نکردوشم الان آبروم رفته. بنده نکردم این در. شما اگه میشه این فالو باز کنین چند جملهش رو لطف کن بخونن. نیت ها رو بخونی. خب این واقعی از اون فالو هست که دیو چو بیرون رو و فرشته در آید. آماده هستیم؟ سخط اولش. کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. بسیار شانس آوردیم این فارما. خیلی عالی بود. خیلی متشکر. این فعال نیکی بود. سپاس. خیلی متشکر از نی شما. آتین جان شما باید برگردی آهنگ آخر رو بخونی لطفاً. خیلی متشکر میشم. بریم اونجا بشینی. بعداً هم با توی برنامه که صحبت میکنم حتما. به افتخارش. به افتخار شما. و این بود برنامه شب یلدای ما در این آتشکده دوران ساسانی. شب یلداتون خوش. تولد خورشید مبارک. شام میارن تموم خاطرات تناب دارن دیوارای اتاقم به من فشار میارن ای دل نشین تو اوج جوونی مرغ شب منم پر
از حکایت منم که دیگه دل نمیبندم و تنها منم. تموم زندگی انگار با من لج کرده، هر کی کنارم بوده امروز مسیرشو کج کرده، شدم یه مرد مرده، یه روح سرگردون که واسه یه سری کار ناتموم به خونه برگشته. ای دل نشین بیا بشین بره دلم بهونه بچین، شب منم پر از حکایت منم که دیگه دل نمیبندم و تنها منم.